باز محمد مبارز قهرمان ورزش های رزمی کشور برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با ماستن. آقای مبارز بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میشه بگوین که راز موفقیتتان بیشتر در چی بوده که این دومین حریف روسی است که چلنج میته به شما و شما در رند اول میتونه نیره شکست بده؟ تشکر. ما در قدم اول سلام احترام خود خدمت شما هم کارایتان بینده های تلویزیون تلونیز تقدیم میکنم. علیکم سلام. در این جای شک نیست که یک ورزشکار از تقوای خوب، رسالت خوب، پایبندی برای تمرینش و تمرینات به برنامه، غذا خوردن به برنامه و او را و دعای مردمش، حمایت نظام جامعش، در این جای شک نیست که او را در قلعه‌های آرزوهای و قهرمانی‌هایش میرسانه. و ما یکی از امو ورزشکار هستم که امی نقطه‌ای که ذکر کردیم یارا کوشش کردیم که امی نزاکت‌ها را مراعت بکنم و از لحاظ تمرین بسیار زحمت میکشم، زیاد تمرین میکنم. تمرینات مک شما در جریان است، در تایلند در بزرگترین کمپ ورشای رزمی به نام پوکت تاپ تیم که اونجا ما تمرین میکنم تحت نظر و ترینرهای برازیلی است، تایلندی است و امریکایی است و همچنان در مسابقه آخرم ترینر داخلی مام که خود برده بودم استاد واسه قیمه و تمرین های بسیار خوب، پارتینر های بسیار قوی از 40-50 کشور دنیا میان برای تمرین و آمادگی میان اونجا، بسیار زیاد اثر میگذاره ترینرهای فنی و پارتینرهای بسیار قوی با تجربه کدشان که روبرو میشی، اما طوله وزن و تجربی از وارا میورداری و زمان که هم وزن خودت که روبرو میشی پیش یک چیز آسان و ساده برمیخوره و همین نزاکت ها باعث یعنی انتقاداتی که در میان برخی از ورزشکارا وجود داره مبنی بر بی‌توجهی حکومت، مبنی بر عدم تشویق شهروندا که حداقل در دو رقابت اخیر را که شما داشتین نشان داد که چنین موارد وجود نداره، یعنی هم از طرف مقامات حکومتی شما تشویق شدین و هم از طرف مردم، یعنی فکر میکنین این استقبال مقامات حکومتی و استقبال مردم افغانستان چقدر میتونه واقعا یک گزینه باشه برای موفق ساختن یک ورزشکار؟ ما بر تمام جامعه ورزشی افغانستان احترام دارم، بر تمام قهرمانان افغانستان احترام دارم، کسایی که به نام افغانستان مبارزه میکنن و لیاقت حمایت و تشویق نظام افغانستان داره، ورزش افغانستان داره، در این جای شک نیست. ولی امی هر ورزشکار برابر امو موقف مسابقایش و برابر انعکاس مسابقایش که یک ورزشکار یا یک تیم در مسابقات که میره اشتراک میکنه، امو تاثیر برد و باختش در جامعه، در نظام افغانستان، در اداره ورزش افغانستان به کدام اندازه است و امو ورزشکار هم برابر امو سطح برنامه‌اش، برابر سطح مسابقایش توقعهای خود داشته باشد، در نظر ما ای بهتر خواهد بود. و در این جای شک نیست من به سطح دنیا عرفایی مسابقه میکنم و بعد سطح دنیا یگانه افغانی هستم که عرفایی مسابقه میکنم که برد و باختم تاثیر منفی و مثبت خود سر جامعه افغانستان، مردم افغانستان، اداره افغانستان، اداره ورزش افغانستان داره. یعنی با مو مورد را که شما اشاره کردین، یعنی هر ورزشکار به اساس مو رقابت هایی که می داشته باشه در بیرون از افغانستان، یعنی رقابت های حرفه‌ای و آماتور، یعنی ستایش و استقبال را که از جانب حکومت افغانستان و از جانب مردم شدین، یعنی شما راضی هستین؟ بله، ما در دو مسابقه آخر خود ما از هم از طرف دولت افغانستان از سر رئیس جمهور گرفته تا پایین معاونین و تمام وزارت داخله و ریاست امنیت ملی، اداره ورزش افغانستان و مردم در مجموع هم کلگی ما را مورد تشویق مادی و معنوی قرار دادن که این دگام میتونه ما را کمک بکنه به خاطر پیشرفت برنامه و مسابقاتم، اینا ما را انگیزه بدن، ما روی ما زیاد دگام قوی تر
شده و ما مسابقه دیگه که پیش روی دارم با کشورهای دیگه بسیار قوی، با فایترهای دیگه قوی ما روبرو هستم انشاءالله به یاری خداوند. همی دعای مردم، حمایت مردم و نظام اداره ورزش باعث میشه که موفقیت‌های بزرگ ما انشاءالله نصیب وطن خود، مردم خود بسازیم. و چقدر متعهد هستین که به این ورزش ادامه میتین و زیر پرچم افغانستان میرزمین در رقابت های بیرون مرزی؟ یعنی عملا در کشورهای دیگه ثابت شده وقتی یک ورزشکار موفقیت های پی در پی را در رقابت های جهانی پیدا میکنه، باز شرکت ها و کمپانی های جداگانه از کشورهای مختلف می روش سرمایه گذاری میکنه و زیر پرچم یک کشور دیگه میرن در بدل پول میرزمین. من اگه کارم میکردم شاید دو سال پیش میکردم، ولی ما عشق وطن ما، اما محبت مردم ما هرگز فراموش نمیکنم و در برابر میلیون ها دلار میره نخواد حاضر شدم بفروشم تا که انرژی در بدنم است، به نام افغانستان مبارزه میکنم، به نام ملت افغانستان مبارزه میکنم و به نمایندگی و ملت افغانستان بیرق سیرنگ افغانستان در هر مسابقه خواد مردم شاید بودن که سر شانه و سر دستایم خواد بود. یعنی به همین دلیل هم است فکر میکنین که لباس پلیس افغانستان در رقابت قبلیتون بر تن داشتین و با همون لباس نیروهای امنیتی افغانستان وارد رنگ شدین؟ بله، ما این 3.5 مسابقه است که از نیروهای امنیتی قوای مسلح افغانستان حمایت میکنم و به خاطر که ثابت ساخته باشم حمایت کردن خود و صدای خود در گوش جهانیا برسانیم که ما افغانا از نیروهای امنیتی خود حمایت میکنم، ما با پلیس لباس نظامی پلیس ملی وزارت داخله و یک بار با لباس نظامی جنرال صاحب دوستم وارد میدان شدم که این بسیار زیاد مورد استقبال و تشویق مردم ما قرار گرفتم، بسیار زیاد نتیجه مثبت داد. و گپ دیگه که تازه نصیب ما MMA کارا ورزش های رزمی افغانستان شده که ای است که بزودی قرار است بزرگترین کمپ تمرینی ورزش های رزمی یا MMA در افغانستان جور شود که به سطح منطقه جوریش نخواد بود که ای را محترم آجی صاحب الکوزای لطف کردن حاضر شدن بر ما زنگ زدن در ابتدا تبریکی دادن باز پرسان کردن از تمرینات ما گفتم ما پیش از هر مسابقه میرم در تایلند تمرینای خود پیش میرم گفت چرا در افغانستان ما گفتم بر ما زمینه مساعد نیست گفتم بزرگترین کمپی که در سطح آسیا نباشه امور شما تر چیز بکنید تمام مصارف شما حاضر هستم بپردازم ایره براتون زمینه سازی میکنم و این به خاطر رشد امو استعداد ورزشکارا چقدر میتونه مفید باشه؟ یعنی پیشتر شما گفتین وقتی در رقابت های بیرونی میرین به کشور بیرونی تمرین میکنین و در اونجا ترینرهای خارجی حضور دارن، حال اگر ورزشگاه یا همون محل تمرین ایجاد میشه باز هم مربیای وجود نداشته باشه، یعنی میتونین به تنهایی تمرین بکنین؟ در جای شک نیست، توانایی های جوانایی که رای ما را تعقیب میکنن توانایی های بسیار خوب دارن، استعداد های بسیار خوب هستن و اگر سرشان کار شد من مطمئن هستم در رقابت های بیرون نتیجه میده و ما به خاطر رشد اونم تلاش بسیار زیاد به پایان کرده رایستیم و ای کم که به خیر ایجاد شود توسط حاجی صاحب الکوزای ما شاید ترینرهای بسیار خوب موفق هم داریم در خود افغانستان هم داریم، ولی یک تا دو تا ترینر حاجی صاحب آدم کردن که ما شلایدگی میتن از خارج میتلبن و در خدمت MMA کارهای افغانستان قرار در قسمت میتن. برنامه های آینده تون میشه بگوین که آیا کدام رقابت دیگه هم زیر نظر است و یا کسی دیگه هم حاضر شده که چلنج بته؟ بعد از مسابقه رئیس جمهور برام زنگ زد تبریکی داد و برام گفت که مبارزه ما دیگه متعقن هستم که ترا دیگه کسی نخواد چلنج داد حاضر شده برا برد و او یک مزاق کرد. ما بسیار گپ بسیار جالب است که در یک ورزشکار عرفایی در ظرف دو ماه دو مسابقه کنه، ای یک بار مسابقه را که میکنی حداقل 3 ماه 4 ماه باید دیگه مسابقه نکنی، چون این چلنج آمد برای ما یک بار رد کردم چلنجش، باز چلنج رایی کرد، دیگه بار رد کردم، باز رایی کرد، دفعه سوم هم غیرت افغانی سرنزد قبولش کردم و این مسابقه را انجام دادم. من تا 3-4 ماه دیگه را نخواد مسابقه بکنم، برنامه های دیگه داریم، موها را خواد تعقیب کردم
کردیم، ولی 4 ماه پس یک پیام بسیار خوب و قوی دیگه خود داشتم در برابر یکی از کشورهایی که در دنیا اول قدرت هستن، شاید که از ورشکار از وا مبارزه بکنم، یک مبارزه بسیار جالب و دیدنی خود برای مردم افغانستان بود. و در آخر یک پیام کوتاهتون میخوایم که به عنوان یک کسی که در بخش های ورزشی همیشه دستاورد داشتین بر افغانستان، این پیامتون مشخصا بر ورزشکارای افغانستان بگین در هر بخشی که مصروف ورزش هست. من اول اجازه بدین یک تشکری کنم از تمام مردم افغانستان که همیشه مرا تشویق کردن، به خصوص افغانایی که مقیم مسکو هستن، دای دو بار خیلی پذیرایی و خیلی تشویق کردن، به خصوص آجی صاحب نادر الکوزه خیلی مرا دو جای حمایت کردن و آجی صاحب عبدالناصر الکوزه بودن و دیگه دوستا زیاد بودن، زیاد تشویق و زیاد حمایت و مهمان نوازی کردن، جایش است که باید تشکری کنیم از وا. ما پیام ما برای تمام جامعه ورزشی به خصوص مدال‌آورا، قهرمانای عزیز پر افتخار وطن ما، این است که تلاش بکنن با امو مشکلاتی که دامنگیر جامعه ورزشی ما هست، بازم با اونمو شجاعت و وطن دوستی و مردم دوستی که در وجودشان است تلاش بکنن به خاطر سربلندی و پیروزی وطن، نام وطن و مردمشان افتخارات بیافرینن برای کشورشان. سپاسگزار هستم از حضورتان. باز محمد مبارز، قهرمان ورزش‌های رزمی افغانستان. تشکر، سلامت.